اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در چارسوی میهن من این نکبت چهاردهه لبخند را به روی لبان قیچی نموده است. دستار بر سران از جلوت خدایی میگویند، شیطان در لحظه لحظه هاشان جاری است. یک سو طوفان و سیل، سوی دگر باران و برف و ویرانی. حتی دروازه قدیمی قرآن در شیراز از نکبت ولایت در امن و در امان نیست. این جمع نکبتی ها 40 سال درد سیاه مرگ، ویرانی و دمار در سرزمین من تصویر کرده. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 5 فروردین ماه 25 ماه مارس به شما سلام میکنم. چه بگویم که واقعا یه رژیمی 14 است. هر سال نوروز ما با یه مصیبت روبرو بوده. سال اولشون هزاران خانواده عزادار با اعدام ها، سال دومشون باز اعدام، سال سومشون جنگ 8 سال، هر سال عید کشته ها کشته ها کشته ها، پشته پشته پشته. بعد از جنگ سال 67 کشدار کشدار کشدار. شما بشین حساب بکنید، بعد قتل‌های زنجیره‌ای، بعد کشتن در خارج کشور، بعد گروگانگیری‌های بیرون کشور، قبل از اون قبلش مال آمریکایی در ایران. یعنی من نگاه میکنم این رژیم جز مصیبت برای ما نیاورده. به خدا اعتقاد دارین؟ انتقام خداست از ما، مایی که اون شاه رو با چشم گریان فرستادیم و داد زدیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید. فرشته کشمیری آمد، واقعا فرشتوار گردن زد، فرشتوار سینه شکافت. یک موجود نفرت برانگیز پر از نفرت، و پشبندش جانشینش که بعضی ها گمان میکردن از جمله من، شاید این یکی از گذشته خودش کاملا نبریده باشه. اینم یک. واقعا این تصاویر این روزا میبینم نمیدونم چی به شما بگم. دروازه قرآن شیرازم رفت، اونم سیل گرفت. سنندج کردستان برف اومده، مردم تو برف گم میشن. ساری و گرگان و گلستان، استان گلستان چه وحشتناک. استاندار رفته خارج، وزیر کشور میاد، بله ایشون عقب مرخصی گرفته بودن، یه مشکل خانوادگی داشتن. خودش میگه نه، برای آثار شیمیایی رفته بودم. مدرک موقع جنگ تو 13 سالت بوده، چه بوده داستان؟ رفتی برای شیمی درمانی؟ چطور همه تون تا بواسیرتون میزنه بیرون میرین خارج، اما به ملت میگید برید امامزاده انقیل اونجا خوب میشید؟ تو همین خوشبختانه فقط اینو بگم، تو این سیل 50-60 از این امامزاده قلابی ها رو زد و برد. میارم براتون، امروز یادم رفت بیارم. این کتاب آیت الله باید بهش گفت زنجانی، مرد بزرگ، کسی که شیخ فضل‌الله نوری رو به اعدام محکوم میکنه. آدم فکر میکنه 120 سال پیش یه روحانی اینقدر روشن فکر، چرا یکیشون نصیب ما نشد؟ هرچی آدم کش و قاچاقچی و
دزد و بیناموس و متجاوز به نوامیس مردم بود مجلو. رئیسی رفته زندان مشهد رو بازدید کنه. برای چی زندان مشهد رو رفتی بازدید کنی؟ دو طرفه میخوای بار کنی، مثلا دو تا زندانی رو آزاد کنی؟ برای ایشون چون تولیت آستان قدس بودن، مهر امام رضا در دلشونه. جمع کن برو این دام بر مرغ دگر نه، این بساطو جمع کن آقا جان، این بازیاری بزنین دور، خجالت آوره. تو اومدی از احوال زندانیا بپرسی؟ ملت بزرگ ایران در دست چهار تا آدمکش و دوست مثل شما گیر کرده. واقعا مردم بلند شید، بی همتی نباید که بلند شید. علی این دزدا، این جنایتکارا کاری نمیتونن بهتون بکنن. سپاه میارن، نصف سپاه با شما. فکر نکنید سپاه با اینا، نه، اون سپاه هم بچه با شرفیه. برا من میگن تماس میگیرن با توییتر، با اسکایپ، با همه جور با من تماس میگیرن. اینا نشسته اینا منتظر به پا خواستن شما. چرا اجازه میدید بهتون ظلم بشه اینجور؟ آقای جهانگیری پاشته رفته مناطق سیل زده. یه خود این تصاویر رو خیلی شما دیده باشید، با هم ببینیم. یک حکومت عاجز، جائر، دوست از بالا تا پایینش. نگاه کن. هیچ وجه نگران نباشید، ما شما رو تنها نمیگذاریم، با تمام توانمون کنار شما هستیم، درک میکنیم شرایط شما. رهبر معظم انقلاب، آقای رئیس جمهور، دولت، همه مصمم هستن که مردم آقلا و مردم روستاهای منطقه و شهرهای منطقه که دچار این سیل شدن زندگیشون خسارت دید، حتما جبران میکنیم، کمک میکنیم. روز ما تو آب بودیم، امروز اومدم ما تا دیروز فرار مردم نیاکن. سه تا ست است، باید سه تا ست، نباید به بحران برسه. 120 میلیمتر قرار بارندگی بشه. این چه جور رئیس سازمان آبیه که حجم 120 میلیمتر آب سه تا صد داریم، چرا باید سیل بیاد؟ این چه جور رئیس سازمان آبیه؟ آقای جهانگیری، مقام معظم رهبری، به فکر شما. آقای رئیس جمهور، همه ما به فکر شماییم. دو روز دیگه میذاره میره، همه یادشون میره. به قول بهروز تو فیلم قیصر، خاندایی، دو تا آفتاب که بیاد و بره همه یادشون میره ما کی بودیم و چی بودیم. از ابتدای این آقایی که سلطانی فر وزیر ورزش، این هم استاندار بودی که از این حوادث رخ داد، پروموتش کردن، بردنش بالا مقام وزارت بهش دادن. این استاندار گلستان هم دو روز دیگه مطمئن باشه سر از یه سوراخ دیگه در میاره. مگه شما نذارید، مگه شما این حسرت آقا مشتبه رو بذارید به دل مقام معظم، حسرت ولایت رو بذارید به دل آقای روحانی؟ شما میتونید. این حکومت جائره، جائله، آدم کشه، در نزد جهانیان اعتبار نداره. ونزوئلا رو نگاه میکنه، تیاره از روسیه میاره. شما فکر میکنید میتونه برنده میشه؟ اینا تو کله شما میکنن. دیدید ما رفتیم بشار اسد رو نگر داشتیم، پایان بشار رو ببینید حالا به چه روزی خواهد افتاد. اینجوری نیست هیچ ساده بگیم ماسمالی رو تموم شد، نه، نیست اینجوری، نیست اینجوری. بعضی آدم ها مثل تاجزاده حواسشون جمعه، میدونن که این رژیم بوی الرحمن گرفته، به زودی هم کله پا خواهد شد. آفر داره، پیشنهاد داره، گوش بدید تا من راجبه صحبت کنم. پیشنهاد میکنم ما به سمت این بریم که مثل نخست وزیر و ریاست جمهوری که ادغام کردیم، در این مرحله بیایم رئیس جمهور رو با رهبری ادغام بکنیم. همه اختیارات ریاست جمهوری بدیم به رهبری و اون رو انتخابیش بکنیم، یعنی اجازه بدیم با رقبا بیان توی صحنه، انتخابات برگزار شه، مردم برگزینن که هر کی وعده میده دیگه بعدش به راحتی میتونه وعده‌هاشو محقق کنه. طبیعتا وقتی انتخاباتی هم میشه دو دوره بیشتر نمیتونه بشه، حالا دورش میتونه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله بشه. هیچ مقام مادام العمر دیگه نداشته باشیم، همه انتخابی و اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها خواهد شد. بسیار فکر خوبیه. نه اینکه رژیم ولایت فقیه بمونه، نه، اینکه زمانی که نخست وزیر داشتیم و رئیس جمهوری هر روز دعوا بود. آقای موسوی با آقای خامنه دعواش بود. موسوی پا میشد میرفت قرارداد رو میبست با کره شمالی، بعد آقای
رفسنجانی میرفت پشمندش آقای خامنه‌ای میرفت به عنوان رئیس جمهور. اونا میرفتن لیبی قرارداد خلیل اسلحه رو میبستن. بعد این آقا هم بلند میشد بره حمدوق الله ولا بخونه. خمینی هم نشسته بود تا میدید یکی محبوبتر یا زورش بیشتره علیهش بلند میشد طرف اون یکی رو میگیره. بازی های همیشگی و گند آخوندا. الان داستان فرق میکنه. شما فکر کنید این داستان رئیس جمهوری یه داستان مسخره شده. 4 سال یه بار این هزینه بر کشور تحمیل میشه، مردم میرن یکی رو انتخاب میکنن، 20 میلیون بهش رأی میدن، میگن این رأی ارزش نداره تا مقام معظم رهبری تاییدش بکنه. مقام معظم رهبری با آقای ولایتی نشسته گردش رو کرده حال میکنه، یه عده دیگه باباشون در میاد جیغ میکشن، اما ایشون میشه رهبر معظم که زیرشو به قول ناصر انقطاع عزیز دستینه بگذاره، امضا بذاره زیرش. این حکایت ماست، حکایت تلخی است. ما به مردم واقعا شرمندیم هممون، حکایت تلخی است. منتها من به مردممون یه چیزی رو میگم، اینو یادتون باشه. در زمان شاه وقتی زلزله میمد، سیل میمد، چیزی میشد، خودش پا میشد فرداش 2 روز بعد میرفت اونجا، قاطی مردم راه میرفت، دستشون رو میگرفت، ملکش کمک میکرد، صندوق باز میکرد، خیلی کارهای دیگه. اینا آقای روحانی بعد از زلزله کرمانشاه، آقای روحانی وقتی رفت اونجا از تو ماشینش نیومد بیرون، اینقدر متکبر، اینقدر دور از مردم، تو ماشینش نیومد بیرون از ترسش. اون محمد رضا شاه که 10 دفعه میخواستن بکشنش میمد میرفت با قاطی مردم را میرفت. مقام معظم رهبری هم که قربونش رو ایشون وجود مقدسن، نایب امام زمان که نمیره قاطی مردم و گداگشتو ممدلی بنا، مقام معظم توی جمکران باید بشنن با امام زمان حال کنن یا تو اتاق پشتی با آقای ولایتی. آقا ول کنید، دست از این بازی ها بردارید، مردم رو دارید به نقطه میرسونید که پایانتون قذافی فار رقم زده بشه. اگر صدام‌وار نشد قذافی وار، یادتون باشه. مردم صبر دارن، صبر دارن، یه جا که اون نقطه میرسه که منفجر میشه و وای به حالتون، وای به حالتون، بیچارتون میکنن مردم، بیچارتون میکنن. و یادتون باشه این مردم تجربه تاریخی زیاد دارن. تاریخ رو بشین بخونید و ببینید تو این تاریخ که چه خبره. بله خیلی جالبه، من نگاه میکنم، بله میگه نماینده مجلس میگه که استاندار تلفن رو جواب نمیده و در دسترس نیست و فیلم ضبط میکنن که شاید استاندار به دستش برسه. نگاه کنیم این جالبه، استاندار چی نماینده مجلس نمیتونه استاندار رو ببینه، در حالی که این استاندار و اینا همه باید نوکر نماینده مجلس باشن. البته اول نوکر مردم، نه. تو خارج داره حال میکنه، نوکری مردم میکنه. بله بریم ببینیم. بداد مردم اقلا برسید. ما به شما هرچی از صبح داریم زنگ میزنیم، خب جواب ندادید. من این کلیپ رو در رسانه ها میذارم که شما هم لااقل اینو ببینید. اینجا بعد از کمربندی شهر اقلا است، بین راهن و کمربندی 90% آقلا زیر آب رفت به علت بی تدبیری. من 3 روز اینجا هستم، اگر زودتر راهن باز میشد این بلا سر مردم نمی آمد. خیلی مردم تو آب ماندن، مریض شدن، بچه ها مریض شدن، زن و بچه اسیرن. و این که الان هم ما میخواییم جا راهن رو باز کنیم، مثل این که راهن اجازه نمیدن. حضور شما در اینجا ضروریه. من منتظر هستم که هرچی زریتر روی پل آقابر شما رو ببینیم با برادر من. شهر اوغلا بایدم زیر آب بره، شهر جهلا جاهلان از زیر آب بیاد بیرون، همونجا استاندار اهل اونجاست. ای داد بیداد،
اینم نماینده مردمه که مثلا داره تظاهر میکنه از حقوق مردم داره دفاع میکنه. یه نکته اینجا میون در میون بزنم، در واقع اینو گذاشته بودم برای بعد، ولی خیلی برام جالب بود که گفتم حتما بهش برسم، چون رژیم حالا هیچ جوری دست از سر ما که بر نمیداره، که ولکن هم نیست، هر روزم یک آدم قد کوتوله رو میفرسته بیرون که بیاد اینجا بشینه یه سایت بزنه، نمیدونم ما حقیقت رو میگی، ما پشت پرده رو میگیم، اون یکی بیرون پرده رو میگه، هر کدوم حقایق واقعیت رو میگه. یک کسی که من خیلی دوستش دارم، خیلی آدم نازنینه و خوشم میاد، خیلی شومن قشنگی هم هست، آقای ولی الله، سینا ولی الله، کاراشو دوست دارم، خیلی متین و معقوله. یه برنامه درست کرده بود از یکی از این کوتوله های ازگلا که باورتون نمیشه، این وقتی از ایران اومده بود عین مشتلی حمال بود، یعنی اصلا فرقی نمیکرد با اون ریخت و موها و اینا. مقامات زندان اوین که آموزشش داده بودن بهش گفته بودن با این ریخت و اینا بری مورد توجه بیشتر قرار میگیری، ببین اون تتلو ورداشته خودشو اینجوری کرده، تو هم اینجوری بود. یه خودی که اومد بیرون دید نه اینجوری مردم نگاهش میکنن، کم کم کرواتی شد، مرتب شد، یاد گرفت از من که انگشتر ساعت درستم دستش کنه و کم کم آدم بشه. سینا ولی الله یه تیکه ازش گذاشته بود، شاهکار بود، درود به سینا جان، خیلی قشنگ بود. این آدم خیلی آدم بی سوادیه، خودش هم بکشه، من اسمشو نمیارم چون اصلا اسمشو نبردم. دائم میگه این آدم گلوبالیستی نیست، به کوروش بزرگ مثلا روز کوروش رو یاد نکرده، شجریان گلوبالیست نیست، اصلا نمیدونه یعنی چی گلوبالیست، خدا شاهده بهش بگیم بنویسین درست نمیتونه بنویسیم. بعد میگه که ابی داریوش اینا تبریک نگفتن روز کوروش رو، نیست اینم شده متولی کوروش. ما کم کم چند تا متولی داریم، متولی آبمنگل، متولی میدون شوش، از این لاتفاتا هستن اینستاگرام میذارن، حالا متولی کوروش بزرگم داریم. آدمی که به سیدعلی خامنه ای بگه داریوش کبیر شاهنشاه سیدعلی، خب معلومه واسه بایدم ایراد بگیره که چرا در روز کوروش بزرگ. حالا این نادان ها با تربیتی که رژیم اینا رو کرده اومدن بیرون، فکر میکنن به این ترتیب میتونن اعتبار برای خودشون بخرن، مردم توهین کنن، به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنن. رضا دیبا مثلا بهش میگی چه تأثیری داری، تو سوئد نشستی داری دهن تو وا میکنی حرفای ناسواب میزنی که چی، دائم به بنده مثلا توهین، من اسمشم نمیرم چون اینا آرزوشونه. 4000 نفر میبیننش، ما بگیم میلیون ها نفر میبیننش، بنابراین لزومی نداره. ولی در همین حد بهتون بگم که یه سینا ولی الله اومد با یه برنامه سر تا پای این آدم رو آلوده کرد، آشغال گرفت و گذاشتش کنار و اینا رو رژیم برای ما فرستاده. رژیم دکونهای متعدد درست کرده، حالا از ایران تنها کافی نبود چون کسی نمیرفت سایت رو بخونه یا بده، حالا خارج کاری نداره، یه دوربین بذار جلو، کار راحتی هم هست، 2 ساعت بشین عر بزن، به نوریزاده فوش بده، به سازگارا فوش بده، به میبودی بگو، به اون بگو، به این بگو، به شاهزاده بگو، به مهندس شریعت مداری بگو، به هر آدمی که نزد مردم احترام داره برو بگو، یه عدمون زیر برات بنویسن به 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 آفرین، فوش خواهر مادرم به ما بدن، از همون تیم تو خیابون کاخ، خیابون فلسطین، اون دفتر بزرگی که اینا درست کردن جز واحدهای جنگ سایبری هست، نشستن صبح تا شب کامنت بذارن فوش بدن. من گاهی اوقات میگم این حرفای رکیک از کجا میاد بیرون، یه موضوعی رو گفتی میدونه درسته، میدونه صحیحه، نه فردا این ممکنه غلط باشه، فردا یه ماه دیگه ممکنه غلط باشه. اینا رژیم فرستاده اعتبار آدم ها رو متزلزل کنه، ناسزا با آدم ها بگه. من چی بهتون گفتم، این پسرکی که پسر که چه عرض کنم پیرمرد توی پاریس هست، این برامکاس، این
کارش اینه، بهش ماموریت دادن برو بشین تو پاریس، زنگ بزن به نوری سادات، ادبیات خانوادگی تو بریز بیرون. بالاخره آدم در اون جایی که بزرگ شده این ادبیاتش بوده، اینو بریز بیرون، ما بهت پول میدیم. کنتور میندازن، کنتور میندازن، یه کنتور، دو کنتور، سه کنتور، هفت تا کنتور من امروز گرفتم. خب آفرین، هفت تا کنتور گرفتی، هفت یورو بهت میدیم، اینم هفت یورو. بخیر، بهتر از اونه که تو نتونی عکس بگیری، راد ندن، آمریکا به جرم جاسوسی بیرونت کنن، صدای آمریکا تردت بکنه، بگه غیر قابل ورود به امریکا، اف بی آی بگه، هوملند سکیوریتی بگه، سی آی ای بگه. خب معلومه دیگه تو چی کاری میشی، برای جمهوری اسلامی میشی مأمور فحش دادن. این آقایون هم نشوندن که دونه دونه تو این شبکه های مجازی الان تو مملکت ما مردم دارن آتیش میگیرن، زندگی ندارن، هستیشون به باد رفته، اینا نشستن اونجا آدم های دیگر رو ناسزا بگن، توهین کنن، اخلاقیات و ادبیات فامیلیشون رو بریزن بیرون. ولی شما هوشمندترین از اون، به خصوص جوون ها، من چقدر این جوون ها رو دوست دارم که اینقدر هوشمندن، اینقدر حواسشون جمعه، یه همچی جانورای رو محل بهشون نمیگذارن. باری برگردیم سر صحبت همون، من گفتم خیلی بامزه بود آقا سینا، خیلی قشنگ بود کارت، خیلی قشنگ بود. بله، حضورتون عرض کنم که یه چیز جالب گفت یه نفر به من، گفت آقا خیلی داستان جالبه، همسر تقاضا میکنه از آمریکا، از کشور دیگه، آقا تحریما رو شدیدتر کنید، رژیم جهل و جور و فساد فقط در برابر تحریما از پا در میاد. همسر مرسی، من تحریما رو دور میزنم، از پتروشیمی پول میگیرم، از اونجا پول میگیرم، نفت پول میگیرم، میرم ترکیه ساختمون میخرم، میرم کانادا ویلای آنچنان میخرم، در واشنگتن 3 میلیونشو میخرم. خیلی خوبه دیگه، زن و شوهر تقسیم بین خودشون تقسیم شغل کردن، یکی قهرمان تحریم، دیگری قهرمان دور زدن تحریم. اینم حکایت ماست، اینم آدمایی که باید نفس حق بزنن، از حقوق مردم دفاع کنن، اینم حکایت اینا. و روزی که من بهشون میگم آقا از همون خونتون با اسکایپ بیاید برای مردم توضیح بدید، بیاید بگید چه کار کردید، بیاید بگید این ازدواج آیا بعد از آن صورت گرفت که داماد فهمید عروس خانوم میلیونی بلند کرده و همسر بیگناهش رو که در دوران ابتلاش به سرطان این زن بدبخت هستی و زندگیش رو گذاشت و روز و شب بر بالای سر همسرش بود، فداکار، شبیه تمام اون نمونه هایی که از یک همسر معصوم فداکار داریم. و این آقای همسر شوهر یه تیپا زد به اون همسرش، رفت دنبال خانم پولدار. ولی چجوری چه نسبتی با هم میتونن داشته باشن؟ ادبیاتشون یکیه، زبان و فرهنگشون یکیه. متاسفانه میگم جمهوری اسلامی فقط کشور ما رو اشغال نکرد، جمهوری اسلامی تمام اخلاق و روش و آداب و عادات ما رو دگرگون کرد. جمهوری اسلامی احترام کوچکتر به بزرگتر رو از بین برد، جمهوری اسلامی اصلا اعتبار دوستی رو نابود کرد، احترام خدمت رو نابود کرد. خمینی انقدر ناجوان مرد بود قدس‌زاده رو اعدام کرد، بنی صدر رو به گریز واداشت ولی کشته بودش، و یزدی هم به اون اعتبار که میترسید مبادا در این زمینه آمریکا یا پدرش رو درارن تحملش کرد، ولی زندانش برد، آزار بهش خیلی رسون. خمینی، آقای خامنه ای اومد، آقای خامنه ای شکار کرد تمام اون آدم هایی که با موسوی بودن از دوران ریاست جمهوریش عصبانی بود از اینا، زیرا به همشون رو زد. شما فکر میکنه خامنه ای چرا موافقت کرد موسوی در انتخابات شرکت کنه؟ چون مطمئن بود موسوی شکست میخوره یا واداره به شکستش میکنه
یا شکست رو به پای نامش می نویسه. موسوی هم هیچ کاری نمی کنه. نمی دونست این مردم تحمل نخواهند کرد، نمی دونست تمام آبرو اعتبارش نابود خواهد شد، نمی دونست حتی کروبی یه مهر پایان گرفت، دی اند، در پای کتاب مشتبه خواهد گذاشت. هیچ کدوم اینا فکر نمی کرد، ولی شد. دیدیم این مردم اگر بخوان، اگر این مردم به اون نقطه‌ای برسن که پیش خودشون حس بکنن اینها باید برند، در اون صورت تردید نکنید حاکمیت به پایانش رسیده. من با آقای تاجزاده توصیه میکنم، آقای تاجزاده نرو بگو ولی فقیه رو رئیس جمهور یکی بشه، بگو ولی فقیه باید بره، شماها ساختینش، آقای منتظری ساخت. ولی امروز من مطمئنم احمد آقا و سعید خان حرفای پدرشونو در روزهای آخر به یاد میارن که من جلوی این ملت شرمندم، که این ولایت ناروا رو به این ملت تحمیل کردیم. باید خودتون به جنبین، تک تک شما وظیفه دارید. آقای دکتر زیبا کلام به جای نامه به روحانی نوشتن به خود خامنه ای بنویس. آقا برو بسه، آخه 40 سال تو قدرت، 30 سال همه قدرت، بسه. چی میخوای از جون ملت دیگه؟ تصاویر این زلزل زده ها رو ببین، سیل زده ها رو ببین، خیابون و جاده و کوچه رو ببین، راهن اگر 3 روز راه میفته جلوتر جلوی قربانیان و این خسارات گرفته میشه. آقا نگاه کنین خودتون، بی لیاقت ها، رژیم جهل و جور و فساد. درنگ کوتاهی بکنیم و باز میگردیم. با درود دوباره. وای دلکش، آخرین بار که اومد لندن پسرش هم مراقبش بود، دائم باهاش بود. خانم ابتهاج خدا حفظش کنه هر جاست، این بانوی گرامی رو مراسمی براش گذاشت، دلکش رو تجدیل کرد غیر کنسرتش. تفلک آقای مناف هاشمی، خدمت تو عرض کردم، استاندار، استاندار گلستان که عزلش کردن، گفته 20 استاندار و 100 نماینده مجلس در خارجن، یقش رو گرفتن. فقط میخوای عزلت بکنیم یا پس گردنی هم مقام معظم بهت بزنه؟ اومده با اسنا تکذیب کرده، در حالی که من حرفش خودم خوندم توی خبرگزاری، کدوم بود، یکی ایلنا بود مثلا، که توی یکی از این خبرگزاری ها بود. بله میگفت اگه دولت اعتبار میداد، آقای مناف گفته، و سدهای نرماب و چلچای تکمیل میشد، امکان ذخیره سازی سیلاب وجود داشت و این میزان خسارت به بار نمی اومد. خب عزیزم این حالا مال گلستان، 19 استان دیگه چی؟ باور کنید در هر کشور دیگه بود، یک ذره شرافت در بین مسئولان وجود داشت، دست جمعی استعفا میکردن. نخست وزیر میرفت تو اردن، چندی قبل یه حوادثی روی داد، وزیر استعفا داد رفت. تو مصر هم اینجور، وقت اونا رو میگن اینا دیکتاتوری هن، ما دموکراسی هستیم، حکومت دموکراسی. 4 تا حمال و هم دارم میرم میکنم استاندار. آقای مهندس، آقای دکتر، 20 سانتی متر برف تو فریدنشهر اصفهان میباره، هیچ کی آمادهش نیست، اصلا آمادگی ندارن که با این برف مقابله بکنن. بله یه نگاهی دیگه بکنیم به مناطق آسیب دیده، فقط برای اینکه اینها رو جلو چشم بگذارید. اونایی که مسئول بودید، نوروز خوبی داشتید، با خانوادتون بودید، یه لحظه درنگ کنید. بچه های زلزله زده پاشدن اومدن به آسیب دیدگان سیل کمک میکنه. چقدر زیباست این همبستگی، نگاه کنید.
سلام خدمت تمام اعضا، امیدوارم که این ویدیومون به دست برادران گلستانی برسه. ما از شهرستان سلاس باوجانی از صبح شروع کردیم به جمع‌آوری کمک‌های مردمی، که شهرستان سلاس باوجانی خودتون که میدونین شهرستان زلزله زده است. پارسال که از کل ایران زحمت کشیدن به ما کمک کردن، ما هم الان فرصت دونستیم که گوشه از محبت‌های مردممون رو جبران کنیم. امیدوارم که این کمک‌ها رو حتما به دست مردم گلستان میرسونیم تا شاید تا فردا مشغول جمع‌آوری کمک‌ها باشیم. Gele göre adam adaşı kanıs gele geçti be. Oğlum Asur saat 4:30 روز 5 فروردین 98. آب دوره لرستان غرق در آب. دروازه قرآن ماشین سیل داره میگره. مشاهده کنید، نگاه داره ماشین میکنه تو هم دیگه. مشاهده کنید، مشاهده کنید. وای 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 وای، یا اول فرد یا اول فرد. وای اینجا نگاه کنید، اینجا 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 اینجا. وای 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 وای، همه ماشین آب برد.
درود دوباره خیلی تلخه، خیلی صداها رو میشنیدید. یه وقتی سیروس جان مشفقی گفته بود این صدای راهن سراسری است، این صدای دشت های میهن من است. راهن رد میشد، خونه شون کنار اون بود. عمران صلاحی هم یک حکایتی از راه آهن داره، محله شون که من حاصل سوت‌های قطارم، که اشارهش به این بود که پدر بیدار می‌شد و خلاصه نهال ما اونجا کاشته شد. خیلی زیبا بود. حالا یه وقتی صدای راهن سراسری صدای زندگی بود، صدای ساختن بود، صدای اینکه کشور داشت به سوی پیشرفت می‌رفت، توسعه می‌رفت. حالا این صدای سیل سراسری است، فریاد بی‌لیاقتی یک حکومت جائر و دزد. شما فکر کنید این میلیاردهایی که دزدیده شد، 2 میلیارد رستم قاسمی حداقل دزدیده، این 2 میلیارد دلار رستم قاسمی چیکار نمیتونست برای این مناطق بکنه؟ چیکار نمیتونست بکنه؟ 7 میلیاردی که تو ماجرای پتروشیمی برده شده چیکار نمیتونست بکنه؟ همین پولی که این خانم آلاقا برده و نصیب همسرشون هم شده، حداقل میتونه یک شهر رو درست کنه، یه سد رو درست کنه کامل. حالا تو کانادا داره سد درست میکنه. ماها در طول دوران از کودکی تا زمانی که دیگه عقل و شعوری داشتیم و میدیدیم و دنبال میکردیم، به ندرت موضوع سوء استفاده به یادمون میاد. هست، بوده، حتما بوده. از دریابود رو به یاد میاریم تا مدیران بعضی از مؤسسات، وزیرا، دکتر امینی اومده قانون از کجا آورده ای رو راه انداخته بود، سپهبد کیا رو گرفتن سرش کرد، کیا یه ساختمانی داشت جاده قدیم شمیران، بزرگ روش نوشتن از کجا آورده. از این اتفاقات هم میافتاد، ولی مثل حالا دزباران نبود. شما گفت کیو یقش رو بگیری، آقازاده آقای رفیق دوست با آقازاده آقای رضایی توی استرالیا چی کار دارن میکنن؟ چی کار دارن این دوتا میکنن اونجا؟ آخه یک انصاف، پول ایران چراغی که به مسجد رواست، به خونه رواست، به مسجد حرام است. تو خانه تو آباد کن، مسجد استرالیا دیگران هستن آباد کنه، تو نمیخواد بکنی. خودش یه کشور پیشرفته است، سرمایه هم داره، همه چی هم داره. ولی شماها روزی که آمدید برای غارت آمدید. امام خمینی یک نون و سبزی میخورد، آره میخورد، میخورد، ولی خب کفاش دادم تو دستگاهش بود. آقای حیدری هم بود، کشور در حال جنگ بود، پول اسلحه رو بالا میکشتن. اما دزبازار امروز اصلا نبود، اصلا دزبازار امسال این روزا نبود. الان دزبازاره. آقای خامنه ای حتی نکرد دستور بده این رستم قاسمی رو برای اینکه داغ ملت کم بشه بیارید ازش یه بازجویی بکنید. نخیر، آقا فرمودن که بهش مقام بدن. تجارت با عراق و سوریه مختص حاج آقا باشه. خمس خوب میده، سهم امام خوب میده. آقا مشتبه رو میبینه تا رو زمین دولا میشه لیس میزنه. بله، اسباب تأسفه، واقعا اسباب تأسفه. خدا شاهده من هرگز باور نمی کردم آقای خامنه‌ای به این روزگار بیفته، بشینه توی جمع
اصلا حیرت آوره بشینه تو یه جمع یه جوونی از این آقا شمشما شعر مثلا طنز بخونه، من چون همسر ندارم غول و پریچه میبینم. آقا هم بگه به 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 عجب ذوق سلیمی. این آقا روزگاری بود شعر شفیع کتکنی و شازده قهرمان و امیری فیروزکویی و مهدی عقب و سالس و فروغ فرخزاد رو میخوند و لذت میبرد. ببین با آدم چه میکنه قدرت، حتی طبع شعر و سلیقه درک شعر و ادبیات رو ازش میگیره، چون یه ده بوزینه رو باید بیاد بشونه به رهبری حداد عادل بشینن سر تکونه. آقا میخنده اینا بخندن، آقا گریهش میگیره اینا گریهشون بگیره. حالا گفتم میخنده اینو بگم، این آقا شمشمه که از ایران فرستادنشون در سوئد، این آقا شمشم به سینا ولی الله ایراد میگیره که این برای اینکه برنامهش گرم بشه چهار تا خندم میذاره اونجا. نادان، بگذار برات بگم، این رسمه. شوهای تلویزیونی آمریکا رو نگاه کن، اونجا آدما نشستن بخندن یا دست بزنن، نوار روش میاد برای اینکه مردم رو تشویق بکنن بیشتر به هیجان بیارنشون برای خندیدن. رسمه در بریتانیا، در آمریکا، در همون سوئد. متو تو در سوئد که دنبالی حرفا نیستی، که تو مأموریت تو انجام میدی. اهالی مرکز بی فرهنگی ولی فقیر رو باید راضی کنی. چه میفهمی که خنده‌ای که میگذارن چه معنایی داره؟ ولی باری کلا سینا جان درود بر تو، خیلی کارت قشنگ بود، خیلی کلی ویکند ما به قول معروف حال کردیم. بله، خب یه نگاهی بکنیم به اطرافمون، خبرهای مهمی اتفاق میفته. آقای نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی با اینکه با روحانی خیلی خم و راست نشد، اگر نوری از نوری المالکی بود مطمئن باشین که دیگه کفشای روحانی رو هم میبوسید، توتیای دیده میکرد خاک کف کفششو. ولی نه، عادل عبدالمهدی سنگین و رنگین نشست، صحبت کرد، قراردادهای در واقع پیشنویس قراردادهای یا تفاهم نامه هایی رو نوشتن. متو آمریکایی‌ها خیلی عصبانی بودن. آقای پومپئو سفراش به منطقه نگاه کنید، توی لبنان خیلی تند بود با جبران باسیل وزیر خارجه و داماد آقای میشل اون، تند بود باهاش، خیلی شدید. و باسیل هم هی میخواست ماسمالی کنه که بله حزب الله تروریست نیست. آقای پومپئو هم گفت نخیر تروریسته و تروریست بدی هم هست. تا زمانی هم که اینا در داخل حکومت لبنان اعمال نظر میکنن، به نظر ما لبنان هم اشتباه میکنه و خیلی قرص و محکم. خب میگه که آقای حیدر العبادی نخست وزیر قبلی عراق میبینه اوضاع اینجوریه، روحانی میاد میره و هیچ عشق و علاقه ای هم برای دیدن با روحانی نداره، گویا که روتینوار این کار انجام میشه. ایشون یه مصاحبه میکنه و میگوید برای اینکه روشن کنه اوضاعشو، ایشون میگه که جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به من نداشت و برای همین جلوی تجدید ریاست وزرای من رو گرفتن، چون اونا جور دیگه از من انتظار داشتن و من جور دیگه به حاکمیت و مردمم نگاه میکردم. در واقع خط قرمزاش رو با جمهوری اسلامی گذاشت، گفت اونا نقش اساسی داشتن در جلوگیری از نخست وزیری من و در این بابت من هیچ چیز رو برای پنهان کردن ندارم. رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه حکومتی تصمیم گرفتن که من نباشم. خب حالا آقای عادل عبدالمهدی که میاد، به محض اینکه روحانی میره اون مذاکراتی با امریکایی‌ها میکنه، با پومپئو تلفنی حرف میزنه، مذاکراتی با معاون رئیس جمهور آمریکا داره، ترتیب سفری به مصر داده میشه که چی بشه که
آقای عادل عبدالمهدی به اتفاق پادشاه اردن با هم برن به مصر. در اونجا آقای ژنرال سیسی رئیس جمهوری مصر از این دو استقبال میکنه و در کاخ ریاست جمهوری مذاکرات اساسی دارن. کیا باهاشون؟ این جالبه. وزیر خارجه هاشون هست و رؤسای اطلاعاتشون، وزیرای اطلاعاتشون به قول معروف، پشت اتاقهای دربسته میشینن مذاکرات میکنن و یک پیماننامه امنیتی به امضا میرسونن که سه کشور در زمینه امنیتی، مبارزه با تروریسم، همکاری گسترده با هم داشته باشن. این اسباب نگرانی جمهوری اسلامیه، به شدت نگرانش میکنه. عراق آقایون فکر کردن بالا کشتن تموم شد، حالا میبینن نه خیر. آقای عادل عبدالمهدی ترجیح میده رو به قبله قاهره نماز بخونه. به این ترتیب توی همین دو سه روزه تعطیلی ویکند شاهد یه تحول عمده در منطقه بودیم. نگاه به چپ، نگاه به اردن و مصر، به جای نگاه به شمال به ترکیه و نگاه به مغرب، از نظر عراق دارم میگم، یا مشرق، بله، به ایران، در واقع در غرب ایران و شرق عراق، مرزهای ایران و عراق قرار داره و عادل عبدالمهدی به این سو نگاه میکنه. همزمان آقای پومپئو میره به لبنان. در لبنان حزب الله ساکته، جیک نمیزنه، سمون نشسته، دلخوشیش به بشار اسد و البته به اربابان ولایت فقیه ایران. اونجا هم بالاخره گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. بشار اسد اومد ایران، در مذاکراتی که داشت از ایران ستایش کرد، ممنون، عالی، غیره، فلان فلان فلان. رفت اونجا گفت کردا باید بیان تابع من بشن، تسلیم بشن، دستشون رو برن بالا که بعد بتونیم زندگی کنیم. کردا گفتن نه. ایالات متحده گفت با تمام قدرت پشت کردا ایستاده، چون صادق ترین و شجاع ترین جنگنده هایی هستن که داعش رو کمرش رو شکستن و جالب جنگیدن. کردها فوق العاده جالب جنگیدن، دست و پای داعشی ها رو گرفتن. جالب هم است بسیار این داعشی ها عراقی هن. تحویل عراق میدن. تا الان چندین هزار نفر از داعشی ها رو تسلیم عراق کردن و عراق هم اونایی که عراقی هن به زندان میفرسته، اونایی که عراقی نیستن به دولتاشون اطلاع میده و میگه مجازاتی در عراق خواهند کشید و بعد به شما تحویلشون میده. این هم در مورد کاری که کردها دارن میکنن. وقتی کوبانی رو گرفتن و همه گفتن این استالینگراد سوریه یا کردها بود، همه حیرت کردن چجوری کردها تونستن با این شجاعت و شهامت کمر داعش رو بشکنن، ولی کردن این کار. حالا از اون ورم ترکیه داشت آتیش بر سرشون میریخت. آقای رجب طیب اردوغان در اندیشه این بودن که بله بله حالا ما جبهه باز میکنیم، پدر کردها رو در میاریم، ولی در واقع این کردها بودن که سربلند و سرفراز از نبردهای داخل سوریه بیرون اومدن و تا امروز ما دست کردی رو به تسلیم بالا سرش ندیدیم، ولی هزاران داعشی و هزاران آدمکش روی زمین افتادن التماس به جنگجویان کرد که اونا رو حداقل اگرم اسیر میکنن پیش خودشون نگه دارن، دست عراقی ها ندن. آستان غریبیش در منطقه. آقای بنیامین نتانیاهو با همسرشون به دیدار پرزیدنت ترامپ میره. آقای ترامپ فعلا از یک مصیبت رها شده در پایتخت خودش، ولی ظاهرا خودش بخواد برای خودش مصیبت درست کنه. این حرف معنا نداره. جولان رو به رسمیت میشناسه، مال سوریه باشه، مال اسرائیل باشه. 82 اسرائیلیا جولان رو که گرفتن گفتن اینجا مال ماست و انکس کردن، یعنی در پارلمان کنیست اسرائیل این رو جزو خاک اسرائیل دونستن، در حالی که جزو خاک اسرائیل نیست،
جدا خاک سوریه است. آقا دوران قلدری تموم شد دیگه، نمیتونی تو سال 56 کردی، سال 48 کردی، اما از سال 67 به بعد دیگه تو نمیتونی زمینا رو بگیری بگی اینا مال ماست. اعوجاج ممکنه تو مرز ایجاد بکنی، بگن نداره امنیتی سکیوریتی، من باید این قسمت رو داشته باشم تا دیگه کسی گلوله بر سرم نریز. بسیار خوب، قابل فهمه، ولی نمیتونی یک منطقه بزرگ رو زمینه خاکت بکنی. نه، این یعنی دشمنی ابدی برای خودت خریدن. شما الان ببینید چند سال از کار ناجوانمردانه انگلیس ها در جریان هرات میگذرد. هرات رو ناصرالدین‌شاه گرفت، جزء خاک ما بود. انگلیس ها با ناجوانمردی رفتن تو خلیج فارس، بندر عباس رو گرفتن، بوشهر رو تحویل گرفتن، جزایر رو اشغال کردن، ایران رو وادار کردن از هرات بیاد بیرون. نفرین ملت ما هنوز باهاشونه، همینجور تو آذربایجان. الان هر ایرانی که به باکو سفر میکنه پیش خودش میگه این جزء خاک من بوده روزی. این که بالا حالا دو قرن پیشه، یه قرن و نیم پیشه. شما این کار رو نمیتونی در قرن بیستم انجام بدی، تو قرن بیستی یکم تثبیتش کنی. و این کار آقای ترامپ به نظر من کار بسیار اشتباهی است، مثل اینکه سفارتشون رو به بیت المقدس منتقل کردن. بیت المقدس شرقی مال فلسطینی هاست، پایتخت فلسطینه. هیچ کشور عربی، حتی سلطان نشین عمان و دولت عظمای قطر، نمیتواند رسما با آقای نتانیاهو معانقه بکنه، سفارت باز بکنه، وقتی اسرائیل حاکمیت فلسطینی را در بخش شرقی بیت المقدس نپذیره. اینا چیزایی است که اجازه نمیده تاریخ، ملت ها اجازه نمیدن. در سوریه یه حکومت حقباز سر کاره که هی میگه اسرائیل رو میزنم، هیچ کاری هم نمی، هیچ غلطی هم نمیکنه، در برابر اشغال جولان هم تا حالا هیچ کاری نکرده، مثل جمهوری ولایت فقیه. خنجر میکشن، عربده میکشن، اما دریغ از یک پاپاسی، نه اون خنجر فرو میاد نه اینا وارد جنگ میشن. چه بهتر، البته من آرزو دارم هیچ وقت جنگ نشه، ولی اسرائیل هم باید بدونه ظلم یه جا اون وقت ملت ها رو تکون خواهد داد. این توطئه‌ای که علیه ملت فلسطین میشه نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.